سلام، به محور امشب خوش آمدید. من نثار نبیل تا یک ساعت دیگر میزبان شما در این برنامه هستم. سازمان ملل متحد از طریق صندوق اضطراریش 10 میلیون دلار به افغانستان اختصاص خواهد داد. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک های بشری و اضطراری میگوید که این مقدار پول با آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر در این کشور هزینه خواهد شد. از سوی هم وزارت خارجه چین 7.5 میلیون دلار به زلزله زدگان اختصاص داده است. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در تویترش نوشته است که این سازمان تصمیم گرفته است که 10 میلیون دلار کمک های بشری فوری با آسیب دیدگان در افغانستان ارائه خواهد کرد. تا اکنون چین 7.5 میلیون دلار، کره جنوبی 1 میلیون دلار، تایوان 1 میلیون دلار، اتحادیه اروپا 1 میلیون یورو و بریتانیا 2.5 میلیون پوند کمک کردند. کمیته های برای تنظیم و توزیع می کمک ها تعیین شده که از سوی از اون کمیته ها موضوعات زیر بررسی هست، زیر نظارت است که مراقبتش خوب شوه و به مردم مستحق به خوبی و شفافیت برسه. ارگان های مختلف و کارگزاران نظام از جمله مسئولان محلی در تلاش است که این کمک ها با شفافیت و نظارت همه جانبه توزیع شود. یک نهاد خیریه ترکیه نیز برای 300 خانواده آسیب دیده کمک کرده است. مسئولان این نهاد میگویند که کمک‌هایشان را با آسیب دیدگان خوست و پکتیکا ادامه خواهند داد. کمک‌های ما امو مواد ضرورت ابتدائیه هست، شامل آرد، برنج، روغن هست که اجالتاً ما برای 300 فامیل، 300 پکیج مواد در این منطقه برای فامیل آوردیم. یک آگاه مسائل اقتصادی از امارت اسلامی می خواهد تا کمک های جامعه جهانی را به گونه شفاف با آسیب دیدگان توزیع کند. تمامی کمک های دنیا که می این به چینل بانکی به حرکت بدنش و 1 میلیارد افغانی که دولت افغانستان به او اختصاص داده او را روان کنین به بانک. موقعی که شما در بانک حرکت پیسه حرکت میدین اول سیستم بانکی شما را تقویه میکنه. ترکمنستان، ازبکستان و قطر نیز از طریق این هواپیماها با آسیب دیدگان زمین لرزه در ولایت‌های خوست و پکتیکا مواد غذایی و بهداشتی فرستادند. شمار از کشورهای دیگر مانند آمریکا، هند، پاکستان، ژاپن، آلمان و برخی کشورهای دیگر به زلزله زدگان تعهد کمک کردند. مسئولان در ولایت خوست میگویند که امارات متحده عربی میخواهد شفاخانه سیار از بهره تداوی آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر در افغانستان بسازد. رئیس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی تاکید دارد که برای فراهم کردن کمک های امارات متحده عربی با آسیب دیدگان انتظار می رود یک دهلیز هوایی میان امارات متحده عربی و خوست ایجاد شود. در همین حال برخی از باشندگان ولایت خوست از جامعه جهانی و نهادهای مددرسان میخواهند که کمک هایشان را به آنان فراهم بسازند. امارات متحده عربی یک شفاخانه سیار از بهر تداوی زخمیان زمین لرزه در ولایت خوست می سازد. هدف از ساخت این شفاخانه تداوی زخمیان زمین لرزه اخیر در ولایت های پکتیکا و خوست است. دیو کلینیک برای کم خبر کردید چه کلینیکی کار شروع کرده انشالله دیر زر باغ کلینیک مکتب را بارکی. در همین حال، رئیس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی میگوید پس از زمین لرزه اخیر در ولایت‌های پکتیکا و خوست، امارات متحده عربی 3 پرواز از طریق دهلیز هوایی به ولایت خوست داشته است که در این هواپیماها مواد غذایی، غیر غذایی و دارو به آسیب دیدگان رسیده است. کلا دغه زلزله وشوله په مو په دې ولایتو کې نو امارات عربی شیخانو او حکومت دغه فیصله وکړه چې عاجل مرستې باید ورسیږي. نو بیا دوی یو برج جوړ کړو، یو پل جوړ کړو د خوست او د اماراتو ترمنځ، هوایی برج ورته وایي، هوایی پل چې روزانه پروازونه دي په دې کې مواد غذایی، خیمې او کمبلې او دوا شامله ده. در همین حال برخی از باشندگان ولایت خوست میگویند در حال حاضر باشندگان این ولایت به کمک های انسان دوستانه نیاز دارند. لټول هیوادونو څخه زموږ غوښتنم داده چې په افغانستان کې د زیانمنو شویو کورنیو سره د متحده عربي اماراتو رقم ته مرسته وکوي او د افغانانو لاسنیوی وکړي. موږ امید لرو چې د نورو هیوادونو هم په دغه شکل باندې دوی مرستې وکړي، ځکه چې دولت یې کوم د زلزلې په هغه باندې تاثیرات ډېرو په خلکو باندې او خلک ډېر زیات احتیاج لري.
تا اکنون امارات متحده عربی، ایران، قطر، پاکستان و شمار دیگر از کشورها کمک هایشان را به باشندگان ولایت خوست رساندند. برای بحث بیشتر روی این موضوع آقای عبدالهادی قریشی، آگاه سیاسی و همچنان سیر قریشی، آگاه اقتصادی را روی خط اسکای و همچنان اینجا در استودیو با خود داریم. آقای سلام بر شما، با بحث خوش آمدید. بحث را با شما آقای قریشی، یعنی آقای سیر قریشی، با شما آغاز میکنیم. در کل روند کمک ها مرتبط به این حادثه زلزله در جنوب و جنوب شرق کشور از آغاز تا حال چگونه بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، همکاران تکنیکی شما و بینندگان طلوع نیوز و مهمان شما در بس. اولتر از همه ما به تمام کسانی که در این حادثه شهید شدند جنت فردوس تمنا میکنم و به کسانی که زخمی شدند شفای عاجل برشان تمنا دارم. متاسفانه ما شاهد عجیب بودیم که تقریبا در 10 ماه اخیر 3.3 میلیارد و 225 میلیون دلار که به افغانستان از طریق جامعه جهانی کمک شد و ما دیدیم که برعلاوه که این فقر را کاهش نداد، برعلاوه فقر را از 90% بالا برد که تقریبا در حدود 95-96 است امروز و ما یک خاطره بسیار زیاد خراب داریم و ما به این باور هستم که پولهایی که همچنان از نهادهای مختلف کمک شده و یا کمک میشه وعده داده شده، اگه این به شکل درست و به شکل یک میکانیزم درست ترتیب نشه، این پول ها باز هم هایف مایل میشه و ما بیشتر از 1100 افراد که شهید شدن و فامیل های اینا فعلا سرپناه ندارن و اینا به کمک های عاجل از قبیل مواد خوراکه و دیگر اجناس ضرورت دارن، اینا ضرورت دارن که هرچی عاجل برشان رسیدگی شود. ولی متاسفانه امو شفافیت وجود نداره و ما فکر نکنم تا جایی که از طریق رسانه های مختلف ما تعقیب کردیم این زمین لرزه و حتی شما یک پوشش زنده هم دیروز داشتین از طریق رسانه تان، هنوز هم همه مردم شکایت داشتن که بر از اینا هم از لحاظ صحی و هم از لحاظ مواد غذایی و دیگر مواد ضروریت بر از اینا رسیدگی نشده. و چیزی که بسیار زیاد مهم است، متاسفانه در 10 ماه اخیر و ای حادثه را باز هم ما شامل میکنم که تمام کمک هایی که شده یا به شکل پول نقدینگی بوده که اصلا حسابدهی درش وجود نداشته، مثل که شما در کلپتان استاد مسعود ذکر کرد، ما طرفدار نظام بانکی هستم که باید است از طریق نظام بانکی تمام این کمک ها باید است که صورت بگیره، به خاطر که ای میتونه که هم حسابدهی و هم حسابگیری را ایجاد کنه با یک شفافیت هم میتونه که ایجاد کنه. در غیر از او ای پول هایی که وعده داده شده و کمک هایی که صورت میگیره، این نمیتونه که مشکلی که امروز ایجاد شده به خاطر چنین یک فاجعه طبیعی این میتونه که بیشتر بسازه. چرا که فراموش نکنیم که خود آفت طبیعی و نشال دیزاستر میتونه که هم ناراحتی روانی و هم بار بدهی اضافی را برای صاحبان مشاغل ایجاد کنه و در عین وقت این میتونه که مشکلات بیشتر به خاطر دوام مناطق تجاری که در دو ولایت صورت گرفته به وجود بیاره. و فراموش نکنیم که از لحاظ اقتصادی و همچنان از لحاظ زیربناهای اجتماعی هر دو ولایت در یک ردبندی بسیار پایین قرار دارن که اینجا در این دو ولایت از لحاظ فقر بلند است، از لحاظ بیکاری بلند است و بیشتر از مردمانی که در اینجا زندگی میکنن بیشتر به پولهایی که افراد مثلا در از عربستان سعودی فامیلایشان است در اونجا کار میکنن پول روان میکنن یا در ایالات متحده عربی است و در دیگر کشورهای شرق میانه است کار میکنن پول روان میکنن، یعنی این دو ولایت حتی از جمله زونهای اقتصادی افغانستان هم نمیه به شمار نمیه. و اگر چنین کمک ها به شکل منظم و به شکل درست و به شکل عملی و به شکل ازی که حسابدهی شفاف وجود داشته باشه اگه صورت نگیره، این میتونه که مشکلات بیشتر را برای مردم ایجاد کنه و مردم ضررشان بیشتر شود به خاطر زیاد.
به شما برمیگردیم آقای سیر قریشی. آقای عبدالهادی قریشی، پای سیاست در این کمک ها چقدر دخیل است؟ به نام خداوند مهربان و بخشنده، برای نخست میخوام که از عمق دلم و کسانی که جان خود دست شهید شده برای اونا جنت برین از خداوند پاک و کسانی که زخمی هستند خداوند برشان صحت کامل بده. ما دیدم که زیاد بی‌وحاده بودن، زیاد کسایی که از یک خانه 70 تن و تا به 21 تن بوده کشته شدن. به وقت برمیگم سخت پریشان شدم و گلونی بسیار بیخی برشان باز گرفت و اشکم جاری شد. تا وقتی که آقای سعدی گیران کرد، تا وقتی که دیگر دوستان، تا وقتی که جناب سیر صاحب گفتن که ممنون جناب سیر صاحب، سلامت باشین، از نگاه بود اقتصادی خوب مکانیزم فرمودین، بخیر باشین، هم شما هم استاد مسعود صاحب بخیر باشین. به هر صورت تا به او کنون 1.5 هزار نفر تا وقتی که گفته شده جان خلاج صدا و 2.5 هزار تن دیگر زخمی هستند و حسب مطالعه ما که در روزنامه ملی انیس نوشته کرده بود 2000 خانه تخریب شده، تخریب قسمی و زیاد و بالاخره به صورت قطعی. به اصل سوالت ما میایم و از او طرف طوری که در یک از تلویزیون های خارجی چیزی گفتن حساب شد تقریبا 21000 خانه تخریب شده گیسته، یعنی ممکن است زیاد باشه، ممکن کم باشه، خب مطلب یک گزارش بود. به هر صورت یک حیات از طرف کابل تحت ریاست پوهان دکتر نجیب الله امرخیل دو وجه سفر کرده، آقای زازه دو وجه رفته به غیر زمین، یعنی در بخش کمک رسانی از نگاه طبی که کسانی که زخمی هستند اونا باید زود تداوی شود. به هر صورت ما فکر میکنم که واضح مونه بگپه که بسیار ارزش داره، زن دو وجه حضور نداره که زنها را، دخترها را، اطفال را دوده تدوی بکنه. ما به وقت برمیگم سخت و اینمی گفت پریشان هستم، اینمی ناکمی کاری ماست و این چونی به دم میشه. بخش میم اگر اینمی گفت از امیجا بود سیاسی از امیجا شروع میشه خوصه. بله. چیزی فرمودی؟ بله، اگر روی کمک ها بحث بکنیم، روی اینکه پزشکان زن در اونجا نیست، بعدا میاییم. روی کمک ها اگر بپردازیم. بله. نباید کمک ها که به طور مثال طوری که در تلویزیون فعلی شما شنیدم که امارات متحده هم کمک ها کردن، حتی یک پل هوایی جور کردن. خوب گپ است، ما از پیشن راضی استیم. اما خب بس دیگر هم بچه که کشور اندونیزه تحت ریاست آقای یوسف کالا و در این زمان اسمت الله از ازبکستان، ترکمنستان هم دمجا کمک ها و در این زمان کشور هندوستان، کشور پاکستان، ایران هم کمک های دمجا رسانده. این توسط اشخاصی که ذریعه اونمو مردم که در موجه است انتخاب شوا و مردم بتنن که من حیث کلان قوم، من حیث مصر قوم در موجه برشان توضیح بکنن. اگر در موجه یک تعداد کسایی که اسلحه دارن، زور دارن، زر دارن، در موجه وسط دارن داخل شوا، طوری که ما شنیدم ولسوالی به نام سپیره ولسوالی دویجا هم به این ترتیب با زور کمک ها گرفته شده، حتی شکایت در تلفون و تلویزیون شد به این اندازه. این گپ شایسته نیست، یعنی استفاده سیاسی دویجا باید نشوه بلکه بشری و عاطفی جو باید کمک شوه که این بیخی ضرور است به خاطر که وجا قربانی مفت یعنی داده شد، باید جلوی باید طور گرفته می شد که یعنی زخمی ها منظور ماست که باید زیاد قربانی نمی دادن که یعنی به چیز زیاد تمام نمی شد، به قربانی زیاد به تمام نمی شد. ولیکن ما دیدم که دوجه چون امکانات کم بود. بله. چند مثال ما دارم، یک مثال خانمی که در قندهار در چاپ دیده بود، در حالی که قبلا توسط مبارزه به ضد حوادث که مربوط اطفایه بود اونجا کمک میشد، خب او به اصطلاح زنده می برآمد. یک مثال بود، چون اشخاص و افراد فنی جا موجود نیست، از این خاطر اینجا نباید سیاسی شوه بلکه عاطفی و بشری باید. شما چه فکر میکنید که این کمک ها بر اساس روابط و در اختیار اعضای امارت اسلامی یا نیروهای این امارت در محل ها توزیع می شود، در اختیار اینها قرار می گیرد؟ ما گپ قطعی رد نمی سازم، طوری که جناب سیر صاحب گفتن
مگه گپ را نمیسد. امی حالت فعلی امی ترتیب تقاضا است که اسلحه تو سر شانه است، ما این گپ را نمیسازم، ممکن است و ذات احتمالم داره که استفاده جویی زوج صورت بگیره. و این احتمال چند درصد است؟ نفهمیدم. این احتمال چند درصد وجود دارد؟ زیاد. به این معنی که در اونجا طوری که مثلا ما مسئله پاسپورت رو در نظر میگیریم، چرا در اونجا بیرو برک است؟ چرا زدنک است؟ به خاطر که اونجا استفاده جویی به صورت بگیره. در اینجا هم نباید این چنین شوه. خواهش ما نمیشتم که در اینجا فقط عاطفه و عشقیه که ما را مد نظر بگیریم و کسانی که از نگاه عاطفی بشری انسانی کمک میکنه که هر کشوری که هست خانهشان آباد از مردم و در این زمان او کسانی که خانهشان آباد که به طور مثال از هرات کمک ها یک نهاد است به نام احمد شای فقیری یا از مزار شریف به نام شاه زمیر عثمانی صاحب او دا مجامده کمک ها رسانده یا از ننگرهار و لغمان گمان میکنم در راست اونا میرسند به این ترتیب از کابل به این ترتیب مردم رفته و خون داده برشن خانه شان رو باید بیزد بشن یک احسان است سر همه اگه ملت و سر او مردم به این ترتیب اما نباید چونین شوه که خدای نخواسته در اونجا از همی احسان یک کسی استفاده نجای صورت بگیره درست آقای قریشی حال گزارش از این قرار است که گویا امارات متحده عربی حاضر به این شده که یک کلینیک سیار یا شفاخانه سیار را در ولایت خوست ایجاد بکند. 5 روز از وقوع حادثه می گذرد. تعداد از زخمیان ولایت پکتیکا در راه جان دادند. انتقال نیافتند به شفاخانه ها. اگر کلینیک سیار بعد از گذشت 5 روز ایجاد شود و هدف از ایجاد این کلینیک هم رسیدگی به زخمیان این رویداد گفته شده، چه نقشی را می تواند ایفا بکند در مداوای این زخمیان؟ ببینین در چنین شرایط اضطراری ما وقت نداریم. اگر فرض مثال هنوز هم بعضی افرادی که زیر خانه ها هستن یا مثلا هنوز هم مفقود هستن و اونا را نجات میدن، اونا به تداوی عاجل ضرورت دارن. من فکر کنم که کشورهای خارجی و همسایه ما میتونه که استیشن ها و سب استیشن های اضطراری را در اونجا ایجاد کنه که در اونجا از قبیل کمک های اولیه و بعضی از حتی نرس ها و دکترهای خود میتونن که روان کنن که در اونجا بتونن که ایرا تداوی کنن و در پلوی زی ما باید است که امارت اسلامی افغانستان از قوه نظامی ما که یک بخشش متعقن استم که در بخش حالتهای اضطراری کار میکنن، باید است از هلیکوپترها، از امبولانس هایی که دارن، از موترهایی که دارن، باید است از این بخش هم یا استفاده کنن. به خاطر از این که وقت ما نداریم، هر ساعت و هر روزی که تیر میشه کسانی که در این حادثه آسیب دیدن اینا نزدیکتر میشن به گام مرگ و تلفات بیشتر. مقامات وزارت حوادث میگویند که عملیات نجات روز گذشته به اتمام رسید، یعنی پایان یافت. حال که 5 روز از حادثه گذشته، زخمیان هم به برخی از شفاخانه ها انتقال یافتند و کسانی که جانشان را از دست دادن حتی تدفین هم شدند. این شفاخانه ای که سیار ایجاد می شود، موثریتش چی است؟ خب این موثریتش میتونه که اگر کدام حادثه دیگه رخ بده میتونه که در اون بخش کمک کنه و یا کسانی که فعلا در حالت ریکاوری هستن و یا کدام پیچیدگی یا مثلا حالت کمپلیکیشن دیگه ایجاد نشه، اگر ایجاد شوه برای چنین کسایی که زخمی هستن میتونه اونا را کمک کنه. ولی معمولا در چنین حادثات طبیعی که سیلاب می باشه یا زلزله می باشه یا آتش می باشه، کمک عاجل در همو روز اول و دوم و سوم و چهارم حتی بسیار زیاد ضروری و مهم است. ولی هدف از ایجاد این شفاخانه آقای قریشی گفته شده که رسیدگی به همین قربانیان و زخمیان و همین زلزله زدگار ولایت خوست است. باید است که یک نقطه دیگر را ذکر کنم که امیال فساد و افراد استفاده جو هنوز هم در سیستم وجود داره و من به می باور هستم که قبلا ما ارقام را که به شما اشاره کردم که 3.3 میلیارد 225 میلیون دلار که اگر رقم بسیار بزرگ است،
که حتی امیال در نظام امارت اسلامی ما یک فساد به حساب تنظیم شده را یا اداری را ما میبینیم که این نتونست که سطح فقر ما را پایین ببره و عین شکل این شفخانه که هم به شکل سیار ایجاد میشه این میتونه که در این فساد صورت بگیره. یعنی فکر میکنه تحت عنوان همچو کارهایی که گویا ایجاد شفاخانه سیار پس از 5 روز است دست برد به کمک ها صورت میگیرد و یا همه احتمالش وجود دارد؟ طبعا ببینین ما تاریخ و زمان ثابت کرده در 20 سال گذشته حتی ما آنقدر پول در افغانستان آمد که حتی بخش معذف یا وزارت حوادث که ایجاد شده بود توسط در وقت آقای زمان کرزی و در وقت آقای اشرف غنی ما امروز باید از وسایل در جامعه داشتیم که با چنین حوادث دست پنجه نرم میکرد و میتونست که مردم ما را از چنین حوادث نجات بده. یک چیز باید از بگویم که فضل خداست که این امو سقلش یا اندازه زلزله با او اندازه زیاد نبود. اگه ای زیاد می بود میتونست که واقعا دگام آسیب با ما برسانه و فراموش نکنیم که بعد از تسلط امارت اسلامی و همچنان تغییر نظام متاسفانه ما با یک بحران بسیار بزرگ بشری و همچنان اقتصادی روبرو هستیم که دیگه مردم ما و افغانستان حتی ظرفیت چنین حوادث دیگه نداره، چون نه ما وسایلش داریم نه امکاناتش داریم و نه ما میتونیم که رسیدگی کنیم. از او خاطر این میتونه که با چنین مشکلات را که امروز ما میبینیم و حتی بسیاری ویدیوهایی را که ما از طریق رسانه ها یا صفحات اجتماعی به نشر میرسانن که واقعتا را اینا بیان میکنن، ما میبینیم که مشکلات مردم چقدر زیاد است و اینا با چی مشکلات دست پنجه نرم میکنن و حتی فعلا یک خوبی است که ما در فصل سرما و سر نمیبریم، زمستان نیست، اگر نمیتونست که مشکلات ادگام بیشتر بسازن. به شما برمیگردم آقای سیار قریشی، آقای عبدالهادی قریشی، حال که این کلینیک قرار است ایجاد شود پس از 5 روز امارات متحده عربی کلینیک سیار را ایجاد میکند و همچنان خواهان ایجاد دهلیز هوایی میان امارات متحده عربی با میدان هوایی خوست شده، فکر میکنید که تنها ایجاد یا خواست چنین ایجاد دهلیز هوایی برای کمک های بشر دوستانه است یا نوع اهداف سیاسی هم دنبال میشود؟ فعلا خدا بجا ما که میبینیم تانوس فضل خداست که امراض مختلفه چون کلارا به طور مثال تانوس شروع نشده و ممکنه شروع شده اینترنت پیش بینی میشود یا فرد مثلا تحت تاثیر ضربی روانی یک تعداد قرار گرفتم خدا کنم که او حالت بهتر شوه و از این حالت بیرون بره و در این زمان او کسانی که دوجا کار و خدمات را انجام میتن اونا باید شرایط بهتر برسن مساعد شوه و اگر فرض مثال مساعد برسن نشوه مواد که از دوبه یا فرض مثال دیگه جمعه رو دوجا انتقال میشه درام به طور مثال استفاده جویی از پیش او نشوه یک تعداد فرض مثال غصب نشوه و از بین نروه. بله این همیتون مشکلات دوجا ممکن است پدید بیه و اگر جلای بیان گرفته نشوه مشکلات ممکن است زیاد شود و در این زمان قربانی بیشتر داده شود، بالخصوص به کسانی که در حالت زخم قرار دارند و زیر تاثیرات روانی قرار دارند و یا اینکه شایع مریضی کلارا به طور مثال اسهالات پدید بیاید خودشان یک ضربه است که به او میرت دوجا میرسد. درست. آقای سیر قریشی، یک موضوع دیگر حداقل داشتن برنامه برای انسجام کمک هایی که بعد این وعده شده و ممکن است به افغانستان بیاید باید وجود داشته باشد. تا حال شما رویکرد امارات اسلامی در خصوص همین کمک هایی که از سوی جامعه جهانی کشورهای منطقه و قدرتمند وعده می شود چگونه دریافتید؟ چه برنامه دارند؟ در قدم اول خو این کمک ها مستقیما به خزانه دولت یا به وزارت مالی افغانستان که یک کد خاص داشتن قبلا که تمام کمک هایی که از طریق اتحادی اروپا میشد و ایالات متحده امریکا صندوق جهانی پول میشد و صندوق توسعه آسیایی میشد این پول و دیگه پول هایی که میامد دخیل میشد و نظر به مشکلات و نظر به تحریم هایی که بالای بسیاری از افراد امارات اسلامی وجود داره، البته 1267 ملل متحد و همچنان
تحریم‌های وزارت خزانه داری امریکا و از حکومت انگلستان و اتحادیه اروپا اینا را محروم ساختن که اینا مستقیما دسترسی به پول‌ها داشته باشند و ما شاهد از این بودیم که هر هفته در حدود 32 میلیون دلار آمریکایی به میدان هوایی کابل میآید و از اونجا توسط نماینده بانک مرکزی افغانستان و بانک بین المللی افغانستان انتقال پیدا میکنه و از اون طریق نهادهای خیریه و دیگر نهادهایی که بر از اونا نظر به مو اجازه که صادر شد از طریق وزارت مالی آمریکا که میتونن در قسمت بحران بشری در افغانستان و در قسمت فقر و در قسمت کسانی که با مواد غذایی مشکلات روبرو هستند با اونا کمک نمایند که این یک مشکل کلان است و مشکل دیگه کلانی است که این پولهایی که آمد و این پولهایی که میآید به خاطر چنین حوادث و این حوادثی که صورت گرفته من قبلا اشاره کردم یک سیستم شفاف وجود نداره. ببینید ما در قرن 21 زندگی میکنیم، همه چیز آله به شکل نرم افزار یا دیجیتالایزیشن شده و ما اکنون هنوز هم یک نظام حداقل ساده و بسیط بانکی و مالی را در افغانستان داریم که میتونه که ای به شکل بسیار منظم ای پولها را به اصطلاح در حرکت پرده و کسانی که پول دریافت میکنن و پول به حساب ناارزه میکنن هر دوی ازی بخش ازی نظارت شود. ولی متاسفانه ما در بسیاری از ولایت های افغانستان در 11 ماه اخیر دیدیم که چی اگر از لحاظ مواد غذایی بوده یا مثلا مواد روزمره بوده و پول نفت بوده که تقریبا در حدود 3-3.5 هزار افغانی برای هر فامیل آسیب پذیر کمک شد که مجموع این کمک ها بیشتر از 3.3 میلیارد ما ذکر کردم بود. این متاسفانه نتونست که آقای قریشی بیتوری که صحبت خود را پس از وقفه داشته باشه دوباره برمیگردیم. اکنون هم رفت و برگشته کوتاهی.